یه دونه پشتش بزنم که بلند نشه. امسال اتفاقی که برای ما افتاد از تقریبا یک ماه قبل از عید، این بیمارستان به عنوان ریفرال کرونای کودکان شناخته شد، چون فرم جهش یافته کرونا میزان ابتلای کودکانش بیشتر از انواع قبلی بود. و خب این افتخار داشتیم که توی این مدت تعداد قابل توجهی در حال کودک مشکوک به کرونا را پذیرش کردیم. موارد قطعی و توی بخش‌های خاص کرونا بستری شده. خوشبختانه توی این مدت هیچ گونه میشه گفت که مرگ و میری نداشتیم و با اقدامات درمانی خوبی که انجام شده تو بخش‌های خاص بیماران کرونا، تقریبا تمام بیمارایی که پذیرش کردیم به سلامتی مرخص شدن. اما این دلیلی نمیشه که هموطنان عزیز رعایت نکنن اصول بهداشتی. و من خواهش میکنم حالا که حدود 10 روز دیگه از تعطیلات عید باقی مونده، اولا سفراشون رو محدود کنن، جا به جایاشون رو کمتر کنن، محلهای عمومی کمتر حضور پیدا بکنن و سعی کنن دور همه های خانوادگی ها حتما با ماسک حضور پیدا بکنن، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن. خب تظاهرات بیماری کرونا در کودکان خیلی متفاوت و گورزننده هست و ممکنه که از یک عفونت تنفسی، یک سرفه، اسهال استفراغ یا اختلالات هوشیاری شروع بشه، با تشنج شروع بشه. اگر که شک کردین سعی کنین که با درمان‌های خونگی و سرپایی خودتون خود درمانی نکنین، حتما به کلینیک‌های کودکان مراجعه بکنین. اونجا همکارای خوب پزشک ما با آموزش‌هایی که دیدن فرزندان عزیز شما رو معاینه میکنن و اگر لازم باشه به این مرکز ارجاع میدن. اینجا هم به طور 24 ساعته ما در خدمت هموطنان عزیزمون هستیم. امیدوارم که به همین صورتی که تا به حال تونستیم بیماری رو کنترل کنیم بتونیم پیش بریم و در 2 هفته آینده یا 3 هفته آینده شاهد پیک سنگینی نباشیم. باشه اگه بچه‌ها کاری کرد سیپا برش بذاریم. اونو سیپا تو دوباره. اونو دیگه نمی‌ذارم. اونو دیگه. باشه. 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 باشه.